انقیام و نهضت تاریخی، یک قیام حق طلبانه و برای نجات خلق مظلوم در تاریخ انسانی، در تاریخ انسانی پدید آمد. درست در تسلسل قیام ها و انقلابات تمامی حق طلبان و آزادی خواهان تاریخ که رهبریت و پرچمدار در تمام دوران انبیاء الله برای نجات خلق از چنگ دیوصفتان و پلیدان تاریخ بوده است. اما این بار این پرچم روی زمین افتاده را و نجات و رهایی خلق و توده های ستم دیده را به طور اکمل و به صورت احسن و شایسته امام حسین بر دست گرفته و بار سنگین این مسئولیت خطیر بر دوش، قاطع و مصمم با تمام هستیش گامی برداشته و دور دست های تاریخ را در نظر دارد و نجات انسانی را در درازای تاریخ، تاریخ حیات انسانی به سراغ گرفته و بنیاد ظلم، بیعدالتی، بدبختی و پلیدی را بنابودی و ویرانی می‌گیرد. روی همین لحاظ است که پیامبر بزرگ و عظیم درباره حسینش چنین می‌فرماید: حسین از من است و من از حسینم. چه اینکه انقلاب را که پیامبر برای سعادت و نجات انسانی پایه‌گذاری کرد و رسالت عظیم آن از جانب خدای بزرگ بر دوشش گذاشته شده بود و بعد از رحلت پیامبر چهره های نقابی در نقاب شده و در واقع همان مشرکان و بت‌پرستان پیشین با نیرنگ و فریب در نقاب اسلامی ظهور کرد، اسلام ناب محمدی را ملوث کرد، آیین خدایی و آیین سعادت بخش را به خلافت امپراتوری کشانید، اسلام را یک اسلام وارونه و دست خردهی در آورد. و اما حسین بود که با این چهره نیرنگ و قیام سرخ دست زد و پیروز آمد و بشریت را از چنگال اهریمنی، چهره های نقابی، نیرنگ و فریب نجات داد. که این کار جز به ایثار خون و قربان دادن خود و جوانان و اصحابان پاکشان و قیام ساده میسر نبود. لحاظا در این میدان شتاف و چنین زمزمه ها داشت: زور از گلوی من از خنجرت ای گردون، برم رگ استبداد با حنجر آزادی، بگذار شود مقتوع رگهای گلوی من، که از قطع رها سازم هر پیکر آزادی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با تشکر فرمان از برادر محترم ما میثم اخلاصی با مقاله زیبایشان، یکی از درس‌های محرم و عاشورا مبارزه با منکران است. آیین جهانی اسلام برای تضمین و تداوم و سلامت و سعادت جامعه اصل مهمی را بنیان نهاده و آن را نظارت عمومی و مراقبت همگانی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر است. و
و امام حسین علیه السلام ماهیت نهضت خود را با این اصل معرفی می کند. من با این قیام می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و شما را نیک اندیشی و نیک کرداری سفارش کنم و از زشتی ها باز دارم. به سیره و روش جدم مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و پدرم علی ابن ابی طالب علیه السلام رفتار کنم. حسین ابن علی علیه السلام در این بار تنها به سخنرانی ها و تذکرات عمومی بسنده نمی کرد، بلکه با برخی از گمراهان و منحرفان دیدار می کرد و به صورت خصوصی آنها را از کشتار و خونریزی باز داشت و به چشم سار نجات رهنمون می شود. حتی در شب هشتم به همراه برادرش عباس ابن علی علیه السلام و فرزندش علی اکبر علیه السلام در خیمه مخصوص عمر سعد دیدار کرد و به امید آن که او را از این مهلکه حتی نجات دهد به او فرمود: ای پسر سعد، وای بر تو، آیا میخواهی با من بجنگی؟ آیا از خدایی که بازگشت همه به سوی اوست نمی ترسی؟ تو می دانی من پسر چه کسی هستم؟ این قوم را رها کن و به سوی من آی و با من باش که این عمل به خدا نزدیکتر و مورد رضایت اوست. صلوات بلند بر آن بخوان. توجه شما از عزاداران امام حسین علیه السلام را جلب می کنم به مقاله ای که حاجی صاحب انجینر مشتبا تهیه کرد. صلواتی بلند را بفرمایید. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تسلیت عرض می کنم فرا رسیدن ایام سوگواری و شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش و بزرگوارش را. خدمت صاحب عزای اصلی آقای ما مولای ما امام زمان علیه السلام و خدمت نثار گرم تمام شما بزرگان، عزیزان، دانشمندان که اینجا حضور یافتید، رحمت خدا بر شما که مخلصانه اینجا آمدید و در این مراسم شرکت کردید. گفته استاد سخن جناب آقای رضایی که واقعا بودن ایشان، وجود ایشان در بین ما یک افتخار است و یک نعمت بزرگ است. ایشان شب گذشته فرمودند شبای قبل که رحمت خدا بر شما پدران و مادران که تمام اموال زندگی خود را رها کردند، تمام اشیا و اسباب خانه و زندگی را رها کردند، جانتان را در خطر انداخته اینجا استرالیا آمدید ولی حسین را با خود آوردی. رحمت خدا بر شما و رحمت خدا بر شما که با شرکت در همچون مجالس اولادهای خود را و نسل آینده خود را با امام حسین آشنا می کنید. رحمت خدا بر شما. 30-40 سال پیش استرالیا که حسین نداشت، عزاداری حسین نداشت، این از برکت شماست، رحمت خدا بر شما. و یک رحمت خاص خدا بر این بزرگان شفاد مردمی ملبورن که سال به سال این مراسم را پرشکوه‌تر، زیباتر، منورتر تجلیل می کنند. واقعا مدیون احسان ایشان هستیم و دست تک تک اینان را می بوسیم که این همه عشق به حسین دارد. برای سرسلامتی ایشان یک صلوات. واقعا فرصت خوب است در این شب و روزهای مقدس که درباره قیام عاشورا، پیام این قیام، درس ها، عدالت،
و اهداف این قیام صحبت هایی داشته باشون که چرا امام حسین علیه السلام قیام کرد، چرا این شهادت و یا این مصیبت را پذیرفت، که چرا خداوند بر بندگان خیش و ای حتی اولیای خیش مصیبت و بلا را مبتلا می کنند، که چه حکمت در این نهفته، که چرا خداوند در زندگی دنیای ما تنها نعمت عطا نمی کند و اگر نعمت هم عطا می کند باز بلا و مصیبت هست. قرآن می فرماید ما شما را گاهی با نعمت می آزماییم و گاهی هم با مصیبت و بلا تا بدانیم شما چه قدر تسلیم امر خدا هستیم. ماشاءالله دو بار به امام حسین علیه السلام مایه شد، الهام شد، یا حسین اختیار با دوست انتخاب کن، اگر بخواهی همینجا پیروز از می کنیم با این تعداد کم بر اون لشکر زیاد دشمن. ای جوان 72 تن با 1000 تن پیروز از می کنیم. اما امام حسین علیه السلام شهادت را انتخاب کرد، اگر این مشکل بود، مصیبت بود، سختی بود، این را انتخاب کرد چون می دانست این شهادت را خداوند دوست می دارد. قرآن توجیه می کند که ما شما را گاه گاهی با بلاها امتحان می کنیم و اگر از پس این بلا امتحانات به خوبی بر بیایی مقامات را نصیبتان می کنیم که در ناز و نعمت به این مقام میسر نمی شدیم. امام حسین علیه السلام یک شخصیت عرفانی بود، او هم ناز و نعمت را زیبا می دید، هم مصیبت و بلا را. شکر در برابر نعمت و صبر در برابر مصیبت می کرد و این گونه مورد پسند خدا قرار گرفت. چی زیبا گفتن؟ یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا آنچه را پسند که جانان میپسندی، شهادت را انتخاب کرد که او را خدا میپسندی. امام حسین علیه السلام میدانست که من در روز عاشورا با تمام اهل بیتم و تمام اصحابم و شهادت میرسم، اما او این شهادت را قبول کرد. به خاطر این شهادت ضروری بود، این قیام ضروری بود برای اصلاح دین، این قیام برای افشاگری چهره اصلی بنی امیه بود، این قیام برای مبارزه با بدعتهایی بود که به دین خدا گذاشته بودند، قیام برای مبارزه با فساد، قیام امام حسین برای احیای حدود الهی بود، این قیام برای مبارزه با کسانی بودند که با شیطان یک جا شده بودند، فساد را علنی برپا می کردند، حرام خدا را حلال قرار می دادند و حتی و حتی بر اموال فقرا و مساکین نیز دخالت می کردند. این قیام برای اصلاح دین پیغمبر بود. امام حسین علیه السلام خود فرمود من قیام می کنم برای بر سیره جد پیغمبر و پدرم علی، من قیام می کنم برای اصلاح دین جد پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم و پدرم علی مرتضی
این قیام حسین بود. این قیام برای حق و برای در دست گرفتن حاکمیت اسلام بود، چون دیگر یزید علنی و آشکارانه فساد برپا میکرد، شراب میخورد و خود را خلیفه دین خطاب میکرد. اگر این قیام امروز نبود، امروز شیعه هیچ اسلامی هم وجود نداشت. این قیام نشان داد که بندگی خدا یعنی چی؟ این قیام نشان داد که راضی بودن به رضای خدا یعنی چی؟ امام حسین علیه السلام برای رضای خدا چی کار کرد؟ امام حسین علیه السلام چی وقت فرمود؟ الهی رزقاً برضائک تسلیماً به امرک صبراً علی قضائک. آیا این وقت بود که در ناز و نعمت بود و یا وقت بود؟ وقت بود که در قتلگاه میدان کربلا شهید میداد؟ این را باید از حسین نامود. برادر حسین در ناز و نعمت و در مصیبت و بلا و رضای خدا راضی بود و به امر خدا تسلیم بود. میگن بی بی زینب طفل شیرخوار را، بی بی زینب طفل شیرخوار را نزد امام حسین علیه السلام آوردن و فرمود یا حسین، این نوزاد تشنه هست، آب نخورده، مادر این طفل دیگر شیر ندارد، یا حسین. امام حسین علیه السلام علی اصغر نوزاد را، صغیر را بر دستان مبارکشان گرفتن، رفت نزد لشکر دشمن برای طلب آب. امام حسین علیه السلام فرمود اهل بیت من را از من گرفتی، برای دشمن میگن اهل بیت من را از من گرفتی، جوانان من را از من گرفتی، اول فضل عباس من را از من گرفتی، یا اول فضل. مانده فقط این طفل صغیر. صلوات من اهل بیت من را از من گرفتید، جوانانم را از من گرفتید، ابل فضل عباسم را از من گرفتید، مانده این طفل صغیر، او را سیراب کنید. اینجا اصلا دل امام حسین پر درد، چون دیگر آن بازوی حسین عباس علمدار پهلوان با هیکل و زیبا نیست که حسین رفته پیش دشمن برای طلب آب علی اصغر، یا ابوالفضل. عباس اگر میبود چی ها میکرد؟ عباس آباور خانواده خصن زنان و کودکان بود. عباس نیست که حسین این گونه رفته نزد دشمن. عباس اگر می بود چی ها می کرد؟ عباس چی ها می کند؟ عباس چی ها می کند؟ سر ز تن جدا می کند، خاک را طلا می کند. عباس چی ها می کند؟ بسیاری از برادران سینه زن ما، سردسته ما واقعا با عشق حسین سینه می زنند، واقعا قابل قدر است. برادران پهلوان سینه زن، بسیاری شما پهلوان هستن. عباس علمدار هم پهلوان بود با قد و هیکل بزرگ و زیبا. عباس چی ها می کند؟ عباس چی ها می کند؟ پهلوان با این هیکل با حسین حیا می کند. عباس چی ها می کند؟ تا باشد ابوالفضل کی فکر بلا می کند؟ کی فکر آب و غذا می کند؟ عباس چی ها می کند؟ چون سر ستن جدا می کند و راه آب را باز می کند، عباس چی ها می کند؟ یا ابوالفضل. ای کاش دشمن هیچ جواب را نمی دادن، ولی یک عمل را انجام دادن، یک جسارت را کردن که به قلب انسان آتش می زند. شما اگر دیده باشید وقتی تیر با بدن اصابت می کند، سوراخ میکنند، پاره نمیکنند.
ولی اگر برگ گل نازک باشد او را با سوزن هم بزنی پاره می شود. گلوی نازک علی اصغر با اصابت تیر پاره شد یا ابوالفضل زرد شد یا ابوالفضل کجایی. اما امام حسین علیه السلام این فاجعه را دیده چی میگه؟ این مصیبت بر من آسان است، خدا می داند. یا حسین تو چقدر رضای به رضای خدا، تو چقدر تسلیمی به امر خدا. یعنی در گفته ما شما تمام رکاردها و استانداردهای قربانی و شهادت را دیگه امام حسین علیه السلام شکسته. در طول تاریخ بشر کسی نروید که این مقام و این استاندارد و این رکارد را بشکنه. ولی بعد از این فاجعه امام حسین علیه السلام برای آخرین بار میره در میدان نبرد تک تنها شجاعانه می جنگد. ولی این فاجعه علی اصغر امام را از پا انداخته، دیگر طاقت و توان ندارد. وقتی میگن از اسب افتادن لحظات پیش از شهادت شد، میگن میبینه که امام یک زمزمه و راز نیاز را داره با خدا. وقتی گوش میکنن که اینجا میگه الهی رزن به رضایه، تسلیمن لامره، صبرن علا قضایه، لا معبود سوا. اینجا میگه خدایا من رضایم به رضای تو، تسلیمم به امر تو و صبر خواهم کرد در برابر قضای تو. این است درس عاشورا برادر، این است قیام کربلا، این است بندگی خدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس میکنم با ارواح و آمرزش روح پدر بنده حقیر و تمام پدران که سالهای گذشته وجود داشتن، حضور داشتن و حالا نیست، یک صلوات محمد پسند با تشکر فراوان از آجی ساگی جنرم و شبا که با صحبتهایش همه ما شما رو به فیض رسانده داریم.